28مین روز مرداد ماه برابر با 19 اوت سال 1048 خورشیدی برابر با 1669 میلادی زادروز ساموئل ریچاردسون نویسنده معروف فرانسوی. ساموئل ریچاردسون رمان نویس انگلیسی که در انگلستان به دنیا آمد در ابتدا به کارآموزی در یک چاپخانه مشغول شد و علاوه بر فراگیری فنون چاپ و تصحیح نمونه‌های کتاب با مطالعات فراوان بر وسعت فکر و اطلاعات خود افزود. ریچاردسون از 20 سالگی به نویسندگی روی آورد تا اینکه با انتشار پملا یا تقوای اجرا یافته در 4 جلد به شهرت فراوان رسید. پیروزی این اثر چنان قاطع و قابل توجه بود که هر کس آن را نخوانده بود به بیزوغی و رکود ذهن متهم می‌گشت. وی در سالهای بعد کتاب سرگذشت بانوی جوان در 7 جلد و تاریخ سر چارلز گراندیسون را در 7 جلد نگاشت که این دو کتاب نیز موفقیت زیادی به دست آورد. ریچاردسون از آن پس از داستان نویسی دست برداشت و به جمع‌آوری قطعه‌های برگزیده ای از کتاب‌هایش پرداخت که شامل کلمات قصار و عبارت‌های حکیمانه و اخلاقی بود. سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 میلادی آتش سوزی در سینما رکس آبادان. یکی از مهمترین حوادث آن سال که باعث خشمگین شدن مردم و سرعت بخشیدن به انقلاب شد فاجعه به آتش کشیدن سینما رکس آبادان بود. علت خشم مردم نسبت دادن این فاجعه به عوامل حکومت پهلوی بود، نسبتی که بعدها بارها از سوی برخی مطلعین تکذیب شد. اما داستان آتش سوزی از این قرار بود که آن شب در آخرین سیانس سینما مطابق آمار دقیق 630 نفر برای تماشای فیلم گوزنها حضور داشتند. حدود ساعت 21:45 شب در حین نمایش فیلم سینما به صورت عمدی دچار آتش سوزی گردید و چون درها از بیرون قفل شده بود قریب به اتفاق حاضران زنده در آتش سوختند. کمی بعدتر یعنی در سال 59 فردی به نام حسین تکب علیزاده که قبل از انقلاب به همین اتهام دستگیر شده بود اقرار کرد که عامل جنایت بوده است. او به همراه هم دستانش دستگیر و پس از 18 جلسه محاکمه به اعدام محکوم و تیرباران شد. در جریان محاکمات مشخص شد که او که فردی معتاد و بیکار بود هیچ وابستگی به رژیم گذشته نداشته و این حرکت انقلابی را در جهت پیشبرد مقاصد انقلاب انجام داده. سال 1363 خورشیدی برابر با 1984 میلادی درگذشت دکتر آذراندامی، محقق، باکتری شناس و از پژوهشگران انستیتو پاستور که به خاطر خدمات علمی و انسانیش یکی از حفره‌های برخوردی سیاره ناهید به نام وی اندامی نامگذاری شده است. او که در محله ساغری سازان رشت متولد شده بود پس از اخذ دکترای پزشکی و گذراندن دوره تخصصی زنان و زایمان با استفاده از بورس تحصیلی انستیتو پاستور به پاریس رفت و موفق به اخذ گواهینامه باکتریولوژی شد. وی سرانجام پس از عمری تلاش و کوشش بیوقفه به علت آمبولی ریه درگذشت، اما نامش در تاریخ ایران جاویدان ماند. We'll be right back.